شنوتو با افتخار تقدیم می کند. www.shenoto.com کلینیک کسب و کار، متفاوت نشان دادن محصول. سلام دوستان، در این پادکست از سری پادکست های کلینیک کسب و کار به پرسش دیگه ای از خوانندگان این روزنامه میپردازیم و پاسخ کارشناسان به این موضوع رو با شما به اشتراک میگذاریم. دوستی پرسیدن که در حوزه فروش پوشاک فعالیت میکنم، پیشنهاد میکنید چه راهکارهایی را استفاده کنم تا محصولاتم را متفاوت به مشتریان نشان بدهم؟ حالا به پاسخ کارشناسان روزنامه فرصت امروز توجه کنید. برای متمایز نشون دادن محصول راهکارهای زیادی وجود داره. در این زمینه با یه روانشناس هم میتونید مشورت کنید، چون در این تمایز باید تا حدودی شخصیت مشتریان رو ارزیابی کنید. به هر حال در ادامه راهکارهایی رو به شما پیشنهاد میکنیم. رنگ یکی از فاکتورهای ایجاد تمایزه. گرانی یا ارزانی محصولات رو با رنگ به مشتری یادآور بشید. برای مثال رنگ زرد رو برای محصولات ارزان قیمت و حراجی، رنگ آبی رو برای محصولات با قیمت متوسط و رنگ قرمز رو برای محصولات گران قیمت استفاده کنید. در این زمینه از روانشناسی رنگ ها هم غافل نشید. رنگ احساسات مشتریان رو تحریک میکنه. اگر از ترکیب بندی رنگی جذابی استفاده کنید، مشتریان حتی اگر خرید هم نکنند در فروشگاه ساعت ها مشغول میشند. این فاکتور روی گروه مخاطبان کودک و بانوان تأثیر بسیار بیشتری داره. در این باره توصیه میکنیم برای رنگامیزی اتاق پرو و از رنگ آبی و سبز به خاطر آرامش بخش بودن اونها استفاده کنید. همین کار ساده باعث میشه که مشتری حوصله بیشتری برای انتخاب لباس مورد نظر به خرج بده. فاکتور بعدی بسته‌بندیه. بسته‌بندی‌ها رو به اشکال مختلف تقسیم کنید. برای مثال اگر شرکت مورد نظر شما در حوزه کفش فعالیت می‌کنه، کفش‌های چرم رو در بسته‌های مربع و کفش‌های پارچه‌ای رو در بسته‌های دایره‌ای بسته‌بندی کنید. این کار به راحتی مشتریان رو برای انتخاب راهنمایی می‌کنه. تفاوت در بسته‌بندی به شناخت سریع مشتریان کمک زیادی می‌کنه. البته این نکته هم حائز اهمیتی که باید بین رنگ و فرم بسته‌بندی تناسبی وجود داشته باشه، چون نمیشه هر دو رو متمایز از هم طراحی کرد. این دو باید به مانند راهنمایی برای مشتریان عمل کنند که دقت نظر داشتن در اجرای اون از اهمیت خیلی زیادی برخورداره. اگر شما هم در کسب و کار خود با چالشی روبرو هستید، در صورت تمایل مشکل خودتون رو از طریق ایمیل business@forsatnet.ir با کارشناسان روزنامه در میون بگذارید و پاسخ خودتون رو در بخش کلینیک کسب و کار دریافت کنید. در ضمن اگر تجربه مشابه و یا راه حل دیگه‌ای دارید، لطفاً نظرات خودتون رو در بخش نظرات در وبسایت شنوتو یا فرصت امروز با سایرین به اشتراک بگذارید. اگه فکر میکنید مطالب این پادکست برای اطرافیانتون مفید هستن، لطفاً اونها رو باهاشون به اشتراک بگذارید. تا پادکست بعدی از این مجموعه، خدا نگهدار. تولید شده در شنوتو. www.shenoto.com